کمک دومی که سالید ورکس به ما میکنه اینه که محل دقیق خمها رو به ما میده. وقتی که شما میخواید یک قطعه ورقی رو شکل دهی کنید، باید محلی که قراره ابزار با قطعه ورقی تخت تماس پیدا کنه رو به صورت دقیق بدونید و ابزار رو دقیقا روی همون قسمت قرار بدید و ورق رو تغییر شکل بدید. سالید ورکس با استفاده از محاسباتی که انجام میده به ما میگه که محل خمها در یک قطعه ورقی دقیقا کجا هستش. کمک سومی که سالید ورکس به ما در رابطه با این گونه قطعات میکنه اینه که ما بسیاری از اوقات یک محصولی رو میخوایم تولید کنیم که از تداخل چند حجم در فضا به وجود میان و قطعه رو میخوایم به روش ورقی تولید کنیم. در درس نقشه کشی صنعتی 2 شما تداخل حجم ها با هم رو یاد گرفتید و اینکه چجوری باید شکل گسترده مثلا حاصل از تقاطع یک مخروط و استوانه رو محاسبه کنید. سالید ورکس با استفاده از امکاناتی که برای ما فراهم میکنه این اجازه رو میده که بیایم یک قطعه ورقی رو که حاصل تداخل چند شکل با هم هست رو مدل سازی کنیم و هر یک از اون قسمت ها رو جداگانه به صورت تخت نقشه و مدلش رو داشته باشیم. برای استفاده از قابلیت های طراحی قطعات ورقی در سالید ورکس باید از دستورات منوی شیت متال استفاده کنیم که این کار رو با راست کلیک و انتخاب این منو انجام میدیم. برای ایجاد اولین قطعه ورقی در صفحه کاری فرانت وارد اسکچ میشم و یک طرح به این صورت به وجود میارم. با اسمارت دایمنشن طول هر کدوم از این اضلاع رو برابر با 50 میلیمتر قرار میدم. حالا فرض کنید که من قصد دارم یک قطعه ورقی رو با استفاده از این ترسیمه ال شکل به وجود بیارم. از قسمت شیت متال دستور بیس فلنج رو اجرا میکنیم. این دستور یکی از دستورات ساده، مهم و پرکاربرد نوار افزار شیت متال هستش. در قسمت دپس میتونیم میزان ارتفاع قطعه ورقی رو تعیین کنیم. قسمت مهمی در این کادر محاوره وجود داره به نام شیت متال پارامترز که ما باید خصوصیات قطعه ورقی خودمون رو در اینجا تعیین کنیم. یکی از این قسمت ها تیکنس هست که ضخامت کل قطعه ورقی رو از ما میخواد که تعیین کنیم. برای مثال من مقدار 5 میلیمتر رو وارد میکنم. در ادامه از من بند ریدیوس رو خواسته. بند ریدیوس یکی از پارامترهای بسیار مهم موقع شکل دهی قطعات ورقی هست و شعاع انحنای داخلی ورق رو بهش بند ریدیوس میگن. که من مثلا این رو هم 1 میلیمتر وارد میکنم. قسمت دیگه ای که یکی از قسمت های بسیار مهم و اساسی در قطعات ورقی هست بند الائنس هست. این ناحیه رو بدون تغییر میزنم و فعلا روی اوکی میزنم تا قطعه ورقی مورد نظر من به وجود بیاد. زاویه دیدم رو عمود بر این قسمت قرار میدم. اگر شما دقت کنید ناحیه‌ای در میانه این قطعه ورقی وجود داره که دچار تغییر شکل شده. اگر به درخت طراحی نگاهی بندازید میبینید که گزینه به نام فلت پترن وجود داره که در حالت عادی غیر فعال هست. این قسمت رو گسترش میدم و روی فلت پترن 1 کلیک میکنم و سپس آن ساپرس رو میزنم تا قطعه ورقی من به صورت تخت نمایش داده بشه. شما الان میتونید این قطعه رو به صورت مسطح مشاهده کنید. اگر وارد قسمت Evaluate بشیم و دستور Measure رو اجرا کنیم، یک بار روی این لبه کلیک کنیم میبینیم که طولش 10.35 سانتیمتر است. در صورتی که ما وقتی که داشتیم اسکچ خودمون رو ایجاد میکردیم دو تا خط به طول هر کدوم 50 میلیمتر ایجاد کردیم. بنابراین نتیجه میگیریم که طبق محاسبه که سالید ورکس انجام داده برای رسیدن به قطعه ورقی ال شکل ما باید ورق خام طولش 10.35 سانتیمتر باشه.
خب حالا میخوام ببینیم که سالید ورکس چجوری به این عدد رسیده. برای بررسی این موضوع به این شکل توجه کنید. در این شکل میتونید نحوه تغییر شکل یک قطعه ورقی بعد از اینکه دچار خمیدگی شد رو ببینید. همونطور که ملاحظه میکنید قسمت‌های داخلی خم دچار فشردگی و یا کاهش طول میشن. قسمت‌های خارج خم دچار کشش و یا افزایش طول میشن. و در این بین یک لایه‌ای وجود داره بین این دو قسمت که طولش قبل و بعد از خم ثابت میمونه. به این لایه میانی که بین قسمت دچار فشردگی و کشش قرار داره لایه خونسا و یا نیوترال اکسیس گفته میشه. نرم افزار سالید ورکس برای اینکه طول ورق خام مورد نیاز رو محاسبه کنه میاد و طول قسمت‌های مسطح ورق رو اول با هم جمع میکنه، یعنی قسمت هایی که خارج این خم هستند. سپس طول قسمتی از لایه خونسا که در قسمت خم شده قرار داره رو به اون مقادیر اضافه میکنه، یعنی طول این ناحیه رو با پارامتر بند الائنس مشخص میکنه و به علاوه طول قسمت های مسطح میکنه تا طول کل لازم برای ما به دست بیاد. در این شکل شما میتونید ناحیه بند الائنس رو مشاهده کنید، ناحیه‌ای که بین دو سر خم قرار داره و روی لایه خونسا هستش.